این ویدیو مخصوص کسایی که فقط میخوان با دیپلم بیان اینجا. خیلی آقا ما حالا ایمیل رو زدیم، بعد به کجا ایمیل بزنیم؟ اینم ما هنوز نگفتیم به کجا. چه جور دانشگاهی باید؟ باید دانشگاه مستقیم باشه یا اول کالج باشه بعد دانشگاه؟ اینا رو میخوره توضیح بده. ما برای کالج حالا میخوایم اقدام کنیم، هیچی نمیدونیم، صفریم. اوکی، تو گوگل میزنی www.studentcollege.de. من این زیر براتون مینویسم اینو. بعد اونو که زدی یه لیست از استودینت کالج های میاره که شما میتونین اونجا ثبت نام کنین و شهرهای متفاوت. از هر جای دنیا؟ نه، آلمان. نه، کسایی که ایمیل میدن از هر جای دنیا میتونن تو این کالج ها ثبت نام کنن. و یه لیست داره که زده که کدوم ایالت، کدوم شهر، چه کالجی و کالج شامل چه کلاس هایی هست، کلاس تجربی، ریاضی، اقتصاد و چیزهای دیگه. و سایتش هم مستقیما همونجا زده که شما خودتون برین تو سایتش و ببینین شرایطش چیه، واسه اینکه آیا پذیرش میدن به شما یا نه، به اصطلاح فوراسدزونگاش چیه، چیزایی که لازم داریم برای ثبت نام. و اینکه خب میتونی که با توجه به شرایط خودتون هر کدوم از کالج ها رو میخواید انتخاب کنید و مستقیما برید تو همون سایتش و ببینید که خب الان چیکار باید بکنم. من یه سوال بکنم، ما تو ایران مدرک دیپلم تجربی و انسانی که همون ادبیات میشه با ریاضی و یه سری هم فنی حرفه‌ای داریم، خب همه اینا قابل انجامه؟ یعنی با تمام این دیپلم ها میتونی، یعنی با دیپلم فنی حرفه‌ای هم میتونی اقدام بکنی بیاید؟ اصلا فرق نداره، شما میتونید با دیپلم ریاضی بیاید، اصلا دیپلم شما شناخته نشده، شما میخواین دوره رو دوباره بگذرونید. واسه همین اصلا همون چیزا تو خود استودیو این کلگم وقتی میشینید سر کلاس همون چیزا واسه شما تکرار میشه فقط. برای همین اگه شما که ریاضی خوندید میتونید تجربی برید اینجا، مثلا برای تجربی ثبت نام کنید، اصلا مهم نیست که مدرکتون ریاضیه یا هر چیزی. خب یه سوالی که هست خیلی خیلی هم مهمه اینه که این چیزایی که تو داری میگی پولیه یا مجانیه یا چجوریه یا متفاوته هر دوتاش هست؟ این هم یه توضیحی بده. خب بعضی کالج ها هست که پریواته به اصطلاح خصوصیه و بعضی کالج ها هست که دولتیه. و اگر که شما کالج دولتی رو انتخاب کنید یه امتحان اولیه داره، امتحان ورودی، که خیلی ها تو شرکت میکنن و شانس قبولیش هم اصلا آسون نیست. یعنی از مثلا 300 نفر آدمی که شرکت میکنن هرچی 25 نفر میگیرن حدودا. و امتحان کالجای خصوصی هم اصلا امتحان ندارن، امتحان ورودی ندارن و چون پولی هن مقایسهشون کالجای دولتی. چقدر پولشون هم دارن؟ کالجای دولتی حد اکثر 300 یورو باید بپردازی، اون 300 یورو هم فقط میپردازی چون که یه زمست تیکت یا پول بلیت اتوبوس و حمل و نقل تو برات صادر میکنن، در واقع پول بلیتته و یه گبر، یه مالیاتی به عنوان ثبت نام ازت میگیرن، یعنی شهریه نیست، اسم شهریه نیست. ولی کالج های 300 بین 200 تا 300 خورده ای 300 خورده ای یورو منظورش. و کالج های خصوصی که حالا امتحان نمیگیرن بین 3000 حداقل 3000 هر ترمی. اینا که من میگم چند ترم یه دوره پیش دانشگاهی یا همون کالجی که داری میگی؟ کالج بعضی از کالج ها یک ترم هست 6 ماه و بعضی از کالج ها دو ترم هست به صورت یه سال. و اینا هر ترمی پولش ترمی حساب میشه. کالج های خصوصی هر ترمش حداقل 3000 یورو تا 7000-6000 یورو هست. یعنی مثلا اگر که یک ساله بخواد بره حدود 14-15 هزار یورو خرج فقط پیش دانشگاهیش میشه.
فقط و بدون پول بلیط اصلا. آره دیگه، ببینید اون دولتی که شما میرید یه امتحان ورودی براش میدین، حسنش اینه که شما بعداً هیچ هزینه بابت تحصیلتون نمیدین و اون پولی رو که دارین میدین فقط به خاطر مالیات و اون تیکت، یعنی بلیط رفت و آمدتون، حالا شما هر جا که ساکن باشین میخواین برین مدرسه و برگردین، مدرسه برین مدرسه و برگردین، دیگه احتیاج نیست که هر دفعه بخواین بلیط بخرید. حالا من این سوالی دارم، بخوایم اگه که هر دوتا کالج رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، چه تفاوتایی با هم دیگه دارن؟ این یه سواله. سوال بعدی هم اینه که اگر که تو کالج مثلا خصوصی اون مدرکتو بگیری، میتونی بعدش بری دانشگاه دولتی یا نه باید حتما دانشگاه خصوصی بری یا برعکسش؟ خب ما اگه بخوایم یه مقایسه بکنیم بین کالج خصوصی و دولتی، کالج دولتی به این صورت هست که شما درسته که امتحان ورودیش یه ذره سخته، یه ذره نشدنیه، ولی اگر که قبول شی امتحان آخر یا به اصطلاح امتحان FSP که قرار بدی که بعدش بری دانشگاه، اون امتحانا رو خود کالج دولتی فقط اجازه داره که برگزار کنه. یعنی شما اگه کالج خصوصی هم برید، امتحان آخرش رو باید در یک کالج دولتی بگذرونی. یعنی اینکه حالا اگر که شما کالج دولتی رفتی، به همون معلم‌ها باهات کار میکنن و لول امتحان تقریبا دستت میاد. یعنی اگر که دولتی بری یا خصوصی بری، آخر آخرش داخل اون قسمتی که مربوط به دولتی میشه تمام امتحانا گرفته دقیقا. میشه. یعنی شما اون وقت دیگه اگر که دولتی رفته باشین، خب کسایی که میان امتحان میگیرن همون کسایی هستن که به شما آموزش دادن، خب راحت تر اینو ارتباط راحت تری باشون برقرار میکنید. پس اگر که شما برید پیش دانشگاهی خصوصی یا کالج خصوصی، بعداً میتونید برید دانشگاه دولتی هم ثبت نام بکنید. مشکلی نداره. خیلی خوب. چیز دیگه‌ای هم هست که بخوای خودت اضافه کنی؟ آره، من یه پرانتز اینجا باز کنم که بعضی کالج ها نوشته که یه اف ها زده کنارشون. بعد از اون کالج کنار چیشون زده؟ اینا رو تو چون خودت دیدی. آره آره، میگی یه اف ها زده کنارش، مثلا سردر دانشگاه زده. کجا یه اف ها؟ اف ها هم یعنی اف اچ. خب کلاس های مثلا کلاس های فنی، کلاس های تکنیک، همون ریاضی خودمون که بعدش میشه وارد دانشگاه شد، زده یه تی فقط زده. ولی اونایی که ممکنه بپرسین که بعد اینکه سایت رو دیدید یه علامت هایی باشه به عنوان تی آی، اینا کالج هایی هستن که بعد اینکه خارج شدین از اون کالج، فقط میتونین تو هخشوله، فاخخشوله، دانشگاه های فنی پذیرش بگیرید. مثل فنی حرفه خودمون میشه؟ خب خودتون یه همچین چیز. خب مثل فن حرفه. پس اصلا اف ها رو نگفتی؟ فاخخشوله مخفف اف ها. آها، و اون تی آی هم تکنیک بود ها؟ تکنیک ریاضی خودمون تیه، یه ذره پیچیده است. آه. ریاضی خودمون تیه که بعدش میشه وارد مستقیم وارد دانشگاه شد، ولی اونایی که تی آی زده مال فنی حرفه ایه، یعنی اینکه میشه فقط وارد فاخخشوله شد. یعنی میخوای ولش کن بس بیام حالا. حالا اومدیم بعد اینا رو بیان بپرسیم. هم یعنی اف اچ. خب کلاس های مثلا کلاس های فنی، کلاس های تکنیک، همون ریاضی خودمون که بعدش میشه وارد دانشگاه شد، زده یه تی فقط زده. ولی اونایی که ممکنه بپرسین که بعد اینکه سایت رو دیدید یه علامت هایی باشه به عنوان تی آی، اینا کالج هایی هستن که بعد اینکه خارج شدین از اون کالج، فقط میتونین تو هخشوله، فاخخشوله، دانشگاه های فنی پذیرش بگیرید. مثل فنی حرفه خودمون میشه؟ خب حدودن یه همچین چیز. خب مثل فنی حرفه. پس اصلا اف ها رو نگفتی؟ فاخخشوله مخفف اف ها. آها، و اون تی آی هم تکنیک بود ها؟ تکنیک ریاضی خودمون تیه، یه ذره پیچیده است. ریاضی خودمون تیه که بعدش میشه وارد مستقیم وارد دانشگاه شد، ولی اونایی که تی آی زده مال فنی حرفه ایه، یعنی اینکه میشه فقط وارد فاخخشوله شد. یعنی میخوای ولش کن بس بیام حالا. حالا اومدیم بعد اینا رو بیان بپرسیم بهتون جواب سه گیجمون کردی. خیلی خوب، اینم از این.